اینی که ما بین حاکمیت و اصولگراها تمایزی قائل نمیشیم، درست، این به دلیل صحبتیه که آقای عزیز جعفری سال 86 کرد. آقای عزیز جعفری سال 86 که به عنوان فرمانده سپاه به اصطلاح منصوب شد، در یکی از سخنرانی‌های اولش گفتش که از نظر سپاه اصولگرایی معادل نظامه و سپاه خودش رو در خدمت اصولگرایان میدونه، در خدمت اصولگرایی میدونه، درست. البته حالا اصولگرایان نه، در خدمت اصولگرایی میدونه. طبیعتا اصولگرایان هم که میشن همون دیگه، یعنی حالا من برای اینکه دقت در لفظ منبعش میشه دیگه، بله، در لفظ دقت بکنم، لفظ ایشون این بود که سپاه خودشو در خدمت اصولگرایی میدونه و طبیعتا خب اصولگرایان هم که اصولگرا هستن، اصولگرایی میکنن، با سپاه جوینت میشن دیگه، اینا با هم یکی میشن. یعنی از سال 86 در حقیقت حاکمیت با اصولگرایی یکی شده بود، که ما هم به همین دلیل در لفظ گاهی میگیم حاکمیت، گاهی میگیم اصولگرایی، درست، یا اصولگرایان. بالاخره این چیزی که میشه از این جهت هست. قانون استعلامات خیلی خیلی دیگه دست مدیرانو بسته، یعنی وزیر دستش بسته است. بعدم شما ببینید این قانون استعلامات اصلا مدیران رو تحقیر میکنه، یعنی شاید قانون همش این نباشه ولی در عمل اینه. یعنی شما یه وزیر، یه کسی که کاندیدای وزارته، بله، یکی که کاندیدای معاون وزارته، یکی که کاندیدای استانداریه، احضار میشه توسط یک مأمور اطلاعات سپاه یا مأمور وزارت اطلاعات که میخواییم باید گفتگو بکنیم. گفتگو راجع به چی؟ اینا اگه خب بناست که بررسی کنن ببینن اینا مشکل خاصی نداشته باشن، بنا نیست که اینا رو مصاحبه بکنن که و بعد بهشون اجازه بدن که مصب بشن برای یه سمتی. بعد دعوت میکنن اینا رو تو جلساتی که خیلی بسته است و اونجا با اینا گفتگو میکنن. گفتگو نه برای اینکه لزوماً پی ببرن که اینها چه جور آدمی هستن. این گفتگوها خیلی میخواد تأثیر بذاره بر این آدم، برای اینکه بعداً چگونه عمل بکنه. با اینا قرار مدار میذارن، با اینا از اینا تعهد میگیرن و این اصلا تحقیر مدیران جامعه است. نه. یعنی شما یک وزیر، کسی که کاندیدای وزارته، کسی که کاندیدای استانداریه، کسی که کاندیدای معاون وزیریه، باید بره اونجا با یه کسی که نمیشناسه، اسمش هم با اسم واقعیشو نمیدونه، نمیدونه سمتش دقیقاً چیه، بشینه صحبت بکنه و چرا اصلا؟ یعنی این معنی نداره اصلا، ولی این کار داره صورت میگیره، درست، و این کار خیلی تحقیر میکنه مدیران رو، یعنی هم تحقیر میکنه و بالاخره میترسونه. بعضن آدم هم همه مثل هم که نیستن، درست، یه کسی که میخواد بیاد یه پستی بگیره بالاخره میترسه و بعد مجبور میشه که بعدش هم هی از اون طرف تحت فشار قرار بگیری که این کارو بکن، اون کارو نکن، اینو بذار، اونو نذار. و عملا دست دولت در این که بتونه نیروهای کارآمد رو به کار بگیره کاملا بسته است. یعنی ما در فرایند انتخاب کابینه این رو دیدیم که دولت خیلی با احتیاط به اصطلاح چیز کرد که بتونه رأی اعتماد بگیره از مجلس، و بعدم الان هم تو چینش مدیران این مسئله همچنان ادامه داره. بسیاری از آدمای توانمند الان در حاشیه نشستن و آدمای مثلا کم توان ناگزیر به کار گرفته میشن. بله. اگر حاکمیت دنبال وفاق باشه، باید در بیت رهبری، در قوه قضاییه، در مجلس، در سپاه، در جای دیگه هم وفاق باشه. نه. ولی اونجا وفاق نیست، به دلیل اینکه وفاق شعار رهبری نیست. نه. یعنی رهبری شعار وفاق ندادن. شعار دکتر پزشکیان شعار وفاق داده. بنابراین اگرچه حرفتون به لحاظ اصولی درسته، ولی ما الان فعلا مواجهیم با شعار وفاق توسط رئیس جمهور. درست. بنابراین من فکر میکنم این بحث، کسانی که الان این بحث رو مطرح میکنن دارن فشار میارن به دکتر پزشکیان که تو هم شعار وفاق رو دنبال نکن. در حالی که به نظر من دکتر پزشکیان شعار وفاقش رو باید دنبال بکنه، درست، به دلیل اینکه این شعار میتونه در درون اصولگرایان
تعارض ایجاد بکنه.